سلام خدمت دوستان گرامی، این برنامه هندیمنه که تماشا میکنید و من امروز میخوام باهاتون در مورد یکی از مهمترین ابزارهای برقی که در کارگاه فنی مورد استفاده قرار میگیرن باهاتون صحبت کنم و اون ابزار مینیفرس هست. اما قبل از اون ازتون خواهش میکنم که این برنامه رو سابسکرایب کنید و با سابسکرایب کردن این برنامه از ما حمایت کنید. لطفا با من همراه باشید. در بازار کار فرسای متعددی وجود دارن که مهمترین اونها فرزهای بزرگ هستن که خودشون باز به دو قسمت فرز آهنگری و فرز سنگوری تقسیم میشن. بعد از اون مینی فرزها هستن که به دو قسمت مینی فرز دست بلند و دست کوتاه تقسیم میشن و بعد از اون فرزهای انگشتی هستن که من اینجا یه مدل گلو بلندشو دارم و بعد از اون فرزهای مینیاتوری هستن که فرزهای کوچکتری هستن و برای کارهای ظریف‌تر مورد استفاده قرار میگیرن. یه طیف بسیار گسترده از متعلقات به مینی فرز ها متصل میشن که اصطلاح انگلیسیش اتچمنت و من اینجا تعداد زیادی از این متعلقات رو براتون آوردم که از صفحات برش هستن، صفحات ساب هستن و همینطور برس های سیمی که به مینی فرز ها متصل میشن. من اینا رو تک تک براتون معرفی میکنم تا شما بیشتر باشون آشنا بشید. یکی از مهمترین متعلقات مینی فرز ها صفحات برش هستن. من اینجا تعدادشون رو براتون آوردم. مهمترین اونها صفحه برش آهن هستش. صفحه برش آهن ضخامتش حدود 3 میلیمتر و بسیار بیشترین کاربرد داره و بسیار پرکاربرد در کارهای آهنگری. بعد از اون مشابه همین صفحه برش آهن رو داریم که صفحه برش آجر و بتون هستش. این البته این صفحه تو بازار خورده کمتر پیدا میشه، اما گفتم شاید براتون جالب باشه که همین صفحه هم وجود داره. صفحات بعدی که میخوام براتون معرفی کنم صفحه استیلبور هستش. استیلبور ضخامتش حدود 1 میلیمتر. برای همین کار باهاش بسیار دقت میخواد چون امکان شکستگیش خیلی زیاده، اما در عوض آهن رو بسیار راحت میبره. این یک محصله بسیار خوبش هستش که مثل کره آهن رو میبره. بعد از اون ما صفحات برش گرانیت بور داریم، اصطلاح گرانیت بور، صفحات گرانیت بور که عرض به خدمتتون که باهاش بتون، آجر و موزاییک رو باهاش میبرن. بعد از اون صفحه سرامیک بور رو داریم. سرامیک بور هم برای برش کاشی و سرامیک مورد استفاده قرار میگیرن. صفحه بعدی که میخوام براتون معرفی کنم که به مینی فرز متصل میشه صفحه برش چوب هستش. من اینجا یه مدلش رو براتون آوردم. صفحات برش چوب که به مینی فرز وصل میشن برای برش چوب MDF و پلکسیگلاس مورد استفاده قرار میگیرن و بسیار هم کار راه انداز هستن. صفحات بعدی که میخوام براتون معرفی کنم صفحات براده برداری یا ساب هستن که معروفترینشون همین صفحه ساب هستش که ضخامت حدود 5 تا 6 میلیمتر داره و اینم بسیار در بازار کار بسیار پرکاربرده. صفحه بعدی که میخوام براتون معرفی کنم که مشابه کار صفحه ساب انجام میده اما بسیار تمیزتر، نتیجه کارتون بسیار زیبا در میاد تا اونجایی که میتونین مثلا آهن رو به صورت آینه در بیارین، صفحات فلپ دیسک هستش. صفحات فلپ دیسک که بسیار کار رو انداز هستن و اگر امتحان نکردین توصیه میکنم که حتما یه بار ازشون استفاده کنید. صفحات بعدی که میخوام براتون معرفی کنم صفحات سنباته هستن. صفحات سنباته که به مینی فرز متصل میشن باید قبل از اینکه خود صفحه سنباته رو مورد استفاده قرار بدین برایش پد تهیه کنین. دو نوع پد در بازار وجود داره برای این صفحات سنباته. یکی پد چسبی هستش، دومی پد پلاستیکی. پد چسبی بسیار کاربردشون راحت تره. سنباته چسبی بهش میگن که حالت پشتش چسب نرمادگی داره و به هم دیگه متصل میشن و کارشون هم بسیار راحته. کار کردن با این سنباته بسیار لذت بخشه. سنباته پلاستیکی این مدلایی هستن که وسطشون یه سوراخ داره، به صفحات پلاستیکی متصل میشن و شما باید مهره مخصوص به این صفحات پلاستیکی که زیرش نیم دایره هست رو تهیه بکنید و به این صورت مورد استفاده قرار بدید. متعلقات دیگه ای که به مینی فرز ها متصل میشن بروس های سیمی هستن. من اینجا چند مدلش آوردم. این بروس سیمی کاسه ای هستش که بروس افشان هست
بعد از اون ما همین سایز داریم بروس سیمی کاسه ای بافته که کاربرد اینا برای پاک کردن گل جوش و پاک کردن زنگ آهن هستن. این بافته یا بروس سیمی کاسه ای بافته بسیار قدرتمندترن. و بعد از اون این هم البته مدل کاسه بزرگش هستش. و یه مدل دیگه هم بروس های سیمی داریم که بروس های سیمی تخت هستن. بروس های سیمی تخت برای پاک کردن گل جوش بسیار مناسبه هم و این مرتب بهتون توصیه میکنم. آخرین صفحه که میخوام بهتون معرفی کنم صفحات پولیش هستن. صفحات پولیش بهشون پوست بره میگن و بر روی همین پرت های چسبی نصب میشن و شما میتونید ازشون استفاده کنید به این صورت که سطح کارتون آغشته به پولیش میکنید، سطح پوست بره رو هم به پولیش آغشته میکنید و مینی فریز با سرعت کم یا باید مینی فریزهای دیمردار داشته باشید یا دیمر استفاده کنید برای مینی فریزتون تا با سرعت پایین بتونید کار پولیش رو انجام بدید. اگر سرعتتون بالا باشه دو تا خطر داره. اول اینکه رد پولیش روی سطح کار میمونه، دوم اینکه احتمال داره که این پولیش از روی این چسب چون چسبی هستش از روی این پد کنده بشه و با سرعت بسیار زیاد به بدنتون برخورد کنه. مورد بسیار مهم دیگه که میخوام باهاتون صحبت کنم شکل استفاده از مینی فریز. البته من در جلسات بعد حتما طریقه نگهداری از مینی فریز رو باهاتون در میون میذارم که چطور اینو تمیز کنید و چطور باش رفتار کنید که به این زودی ها خراب نشه. اما یک از نکات بسیار مهم طریقه نگه داشتن مینی فریز توی دستا هستش. اکثرا ما دیدیم که خیلی از فنیکارا فریز رو یک دستی میگیرن و باش کار میکنن که بسیار خطرناکه، چون فرز یه اصطلاحی داره که بهش میگن لگد زدن، احتمال داره که صفحه برش داخل کار گیر کنه و یا دستکار رو پس بزنه. وقتی پس بزنه با سرعت خیلی زیاد به بدنتون یا صورتتون برخورد میکنه که طبیعتا بسیار بسیار خطرناکه. شما حتی اگه تازه کارم باشین حتما با استفاده از این دسته ای که همراه مینی فرز خریدید بهش متصل میکنید و اینو دو دستی کامل محکم بر روی راستای خطی که میخواییم ببرید نگه میدارید. حتی اگه تازه کارم باشید به این صورت محکم این مینی فریز رو نگه دارید اتفاقی براتون نمیافته. اما چیزی که بسیار مهمه و باید دقت کنید این محافظ یا گارد خود مینی فریز هستش. اینو هیچ وقت در نیارید، همیشه بر روی مینی فریز باشه، چون هر لحظه امکان داره که این صفحه برشتون یا صفحات ساب احتمال شکستنشون بسیار کمه، اما صفحات برش احتمال شکستنشون زیاده. یه موردی هستش که دوستان خیلی باش مشکل دارن، بریدن مستقیم با مینی فرز هستش. بر فرض مثال میخوان یه قوطی رو به صورت گونیا چهار طرفش رو به صورت گونیا ببرن اما نمیتونن اینو گونیا در بیارن. بهترین راه و راحت‌ترین راه اینه که شما چهار طرف رو خط میکشید و مینی فرز رو مستقیم توی راستا حرکت میدید تا اون خط بریده بشه. چهار طرف رو به اون صورت میبرید و به راحتی گونیا در میادش. نکته دیگه که میخوام براتون بگم اینه که وقتی هنگام برش به مینی فرز فشار نیارید، اجازه بدید که وزن خود مینی فرز بر روی سطح کار بیفته و با وزن خود مینی فرز قطعه بریده بشه، نه اینکه با فشار بازوها و شونهای شما، چون این هم بسیار خطرناکه، احتمال داره که صفحتون بشکنه یا حتی اگه صفحه هم نشکنه مطمئنم به گیر باکسی دستگاهتون فشار میادش. نکته دیگه که میخوام باهاتون صحبت کنم در مورد ایمنی شخصی در هنگام استفاده با مینی فرز ها هستش. مینی فرز ها همونقدر که بسیار بسیار پرکاربرد هستن بسیار بسیار هم خطرناک هستن. چرا؟ اینکه سرعت بسیار بالایی دارن، حدود 13000 دور بر دقیقه سرعتشون هستش و تو این سرعت احتمال هر اتفاقی هستش. مهمترین امری که در استفاده با دستگاه های برقی من همیشه بهتون توصیه میکنم استفاده از عینکای ایمنی هستش. اینکه ایمنی هیچ وقت فراموش نکنید، چه موقع کار کردن با دریل چه موقع کار کردن با مینی فرز یا دستگاه های دیگه. غیر از اینکه های ایمنی من بهتون حتما توصیه میکنم که از شیلد های محافظ صورت هم استفاده کنید. چرا؟ اینکه هنگام براده برداری یا برش احتمال اینکه پلیسه ها و خورده های فلز به صورتتون برخورد بکنه بسیار زیاده و باعث آسیب میشه. ایمنی خودتون همیشه جدی بگیرید و از وسایل ایمنی استفاده کنید. اینجور کارها ناشیگری نیست بلکه حرفه‌گری استفاده از وسایل ایمنی. نکته دیگه که در مورد ایمنی میخوام باهاتون صحبت کنم استفاده از محافظه گوش هستش.
محافظ گوش هم بسیار مهمه. علت اینه که مینی فلزات صدای بسیار زیادی دارن و بسیار گوشخراش صداشون و در دراز مدت مطمئنا گوشتون شنواییتون آسیب میبینه، پس حتما از محافظه گوش هم استفاده بکنید. مطالب بسیار زیادی در مورد فیلم مینی فلز هست که من باید باهاتون صحبت بکنم، همینطور طریقه استفاده از فلز های انگشتی و مینی فلز و اینکه به چه متعلقاتی به فلز های انگشتی متصل میشه. امیدوارم در جلسه بعد بتونم در مورد این موارد باهاتون صحبت بکنم. برای اینکه این برنامه مثل این جلسه طولانی نشه، این برنامه رو همینجا تموم میکنم و ازتون خواهش میکنم که این برنامه رو سابسکرایب کنید و در برنامه های آینده هم با من همراه باشید. بدرود.